حبقوق نبی باب اول وحی که حبقوق نبی آن را دید. ای خداوند، تا به کی فریاد برمی آورم و نمی شنوی؟ تا به کی نزد تو از ظلم فریاد برمی آورم و نجات نمی دهی؟ چرا بی انصافی را به من نشان می دهی و بر ستم نظر می نمایی و غضب و ظلم پیش روی من می باشد؟ منازعه پدید می آید و مخاصمت سر خود را بلند می کند. از این سبب شریعت سست شده است و عدالت هرگز صادر نمی شود. چون که شریران عادلان را احاطه می نمایند، بنابراین عدالت معوج شده صادر می گردد. در میان امتها نظر کنید و ملاحظه نمایید و به شدت متحیر شوید. زیرا که در ایام شما کاری می کنم که اگر شما را هم از آن مخبر سازند، باور نخواهید کرد. زیرا که اینک آن امت تلخ و تندخو، یعنی کلدانیان را برمی انگیزانم که در وسعت جهان می خرامند تا مسکنهایی را که از آن ایشان نیست به تصرف آورند. ایشان هولناک و مهیب می باشند. حکم و جلال ایشان از خود ایشان صادر می شود. اسبان ایشان از پلنگ ها چالاکتر و از گرگان شب تیزروترند و سواران ایشان جست و خیز می کنند. و سواران ایشان از جای دور آمده مثل عقابی که برای خوراک به شتابد می پرند. جمیع ایشان برای ظلم می آیند. عزیمت روی ایشان به طرف پیش است. و اسیران را مثل ریگ جمع می کنند و ایشان پادشاهان را استهزا می نمایند و سروران مسخره ایشان می باشند. بر همه قلعه ها می خندند و خاک را توده نموده آنها را مسخر می سازند. پس مثل باد به شتاب رفته عبور می کنند و مجرم می شوند. این قوت ایشان خدای ایشان است. ای یهوه خدای من، ای قدوس من، آیا تو از ازل نیستی؟ پس نخواهی مرد. ای خداوند، ایشان را برای داوری معین کرده ای و ای صخره، ایشان را برای تأدیب تأسیس نموده ای. چشمان تو پاکتر است از اینکه به بدی بنگری و به بی انصافی نظر نمی توانی کرد. پس چرا خیانتکاران را ملاحظه می نمایی و هینی که شریر کسی را که از خودش عادل تر است می بلعد خاموش می مانی و مردمان را مثل ماهیان دریا و مانند حشراتی که حاکمی ندارند می گردانی. او همگی ایشان را به قلاب بر می کشد و ایشان را به دام خود می گیرد و در طور خیش آنها را جمع می نماید. از این جهت مسرور و شادمان می شود. بنابراین برای دام خود قربانی می گذراند و برای تور خیش بخور می سوزاند، چون که نصیب او از آنها فربه و خوراک وی لذیذ می شود. آیا از این جهت دام خود را خالی خواهد کرد و از پیوسته کشتن امتها دریغ نخواهد نمود؟ حبقوق نبی باب دوم. بر دیدبانگاه خود می ایستم و بر برج برپا می شوم و مراقب خواهم شد تا ببینم که او به من چه خواهد گفت و درباره شکایتم چه جواب خواهم داد. پس خداوند مرا جواب داد و گفت: رؤیا را بنویس و آن را بر لوحا چنان نقش نما که دونده آن را بتواند خواند، زیرا که رؤیا هنوز برای وقت معین است و به مقصد می شتابد و دروغ نمی گوید. اگرچه تأخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود. اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد، اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. به درستی که شراب فریبنده است و مرد مقرور آرامی نمی پذیرد که شهوت خود را مثل عالم اموات می افزاید و خودش مثل موت سیر نمی شود،
بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قومها را برای خیشتن فراهم می آورد. پس آیا جمیع ایشان بر وی مثلی نخواهند زد و معبای تن آمیز بر وی نخواهند آورد و نخواهند گفت وای بر کسی که آنچرا که از آن وی نیست می افزاید تا به کی و خیشتن را زیر بار رهنها می نهد؟ آیا گزندگان بر تو ناگهان بر نخواهند خواست و آزارندگانت بیدار نخواهند شد و تو را تاراج نخواهند نمود؟ چون که تو امتهای بسیاری را غارت کرده ای، تمامی بقیه قومها تو را غارت خواهند نمود، به سبب خون مردمان و ظلمی که بر زمین و شهر و جمیع ساکنانش نموده ای. وای بر کسی که برای خانه خود بدی را کسب نموده است تا آشیانه خود را بر جای بلند ساخته خیشتن را از دست بلا برهاند. رسوایی را به جهت خانه خیش تدبیر کرده ای، به اینکه قوم‌های بسیار را قطع نموده و بر ضد جان خیش گناه ورزیده ای. زیرا که سنگ از دیوار فریاد برخواهد آورد و تیر از میان چوب‌ها آن را جواب خواهد داد. وای بر کسی که شهری به خون بنا می‌کند و قریه‌ای به بی‌انصافی استوار می‌نماید. آیا این از جانب یهوه سبایوت نیست که قوم‌ها برای آتش مشقت می‌کشند و توایف برای بتالت خیشتن را خسته می‌نمایند؟ زیرا که جهان از معرفت جلال خداوند مملو خواهد شد، به نحوی که آبها دریا را مستور می سازد. وای بر کسی که همسایه خود را می نوشاند و بر تو که زهر خیش را ریخته او را نیز مست می سازی تا برهنگی او را بنگری. تو از رسوایی به عوض جلال سیر خواهی شد. تو نیز بنوش و قلفه خیش را منکشف ساز. کاسه دست راست خداوند بر تو وارد خواهد آمد و قی رسوایی بر جلال تو خواهد بود. زیرا ظلمی که بر لبنان نمودی و هلاکت حیوانات که آنها را ترسانیده بود تو را خواهد پوشانید، به سبب خون مردمان و ظلمی که بر زمین و شهر و بر جمیع ساکنانش رسانیدی. از بت تراشیده چه فایده است که سازنده آن را بتراشد یا از بت ریخته شده و معلم دروغ که سازنده آن بر صنعت خود توکل بنماید و بت‌های گنگ را بسازد؟ وای بر کسی که به چوب بگوید بیدار شو و به سنگ گنگ که برخیز. آیا می شود که آن تعلیم دهد؟ اینک به طلا و نقره پوشیده می شود، لکن در اندرونش مطلقاً روح نیست. اما خداوند در هیکل قدس خیش است، پس تمامی جهان به حضور وی خاموش باشد. حبقوق نبی باب سوم. دعای حبقوق نبی بر شجونوت. ای خداوند، چون خبر تو را شنیدم ترسان گردیدم. ای خداوند، عمل خیش را در میان سالها زنده کن، در میان سالها آن را معروف ساز و در حین غضب رحمت را به یاد آور. خدا از تیمان آمد و قدوس از جبل فاران. صلاح جلال او آسمانها را پوشانید و زمین از تسبیح او مملو گردید. پرتو او مثل نور بود و از دست وی شعاع ساطع گردید و ستر قوت او در آنجا بود. پیش روی وی وبا می رفت و آتش تب نزد پایهای او می بود. او به ایستاد و زمین را پیمود. او نظر افکند و امتها را پراکنده ساخت و کوههای ازلی جستند و تله های ابدی خم شدند. طریق های او جاودانی است. خیمه های کوشان را در بلا دیدم و چادرهای زمین مدیان لرزان شد. ای خداوند، آیا بر نهرها غضب تو افروخته شد یا خشم تو بر نهرها و غیظ تو بر دریا وارد آمد
که بر اسبان خود و عرابه های فتحمندی خیش سوار شدی؟ کمان تو تماماً برهنه شد، موافق قسمهایی که در کلام خود برای اسبات خورده ای. صلاح، زمین را به نهرها منشق ساختی، کوها تو را دیدند و لرزان گشتند و سیلابها جاری شد، لجه آواز خود را داد و دستهای خیش را به بالا برافراشت. آفتاب و ماه در برج‌های خود ایستادند، از نور تیرهایت و از پرتو نیزه براق تو برفتند. با غضب در جهان خرامیدی و با خشم امتها را پایمال نمودی. برای نجات قوم خیش و خلاصی مسیح خود بیرون آمدی. سر را از خاندان شریران زدی و اساس آن را تا به گردن عریان نمودی. صلاح، سر سرداران ایشان را به عصای خودشان مجروح ساختی، حینی که مثل گرد باد آمدند تا مرا پراکنده سازند. خوشی ایشان در این بود که مسکینان را در خفیه ببلعند، با اسبان خود بر دریا و بر انبوه آبهای بسیار خرامیدی. چون شنیدم احشایم بلرزید و از آواز آن لبهایم بجنبید و پوسیدگی به استخوان‌هایم داخل شده در جای خود لرزیدم که در روز تنگی استراحت یابم، هنگامی که آن که قوم را ذلیل خواهد ساخت بر ایشان حمله آورد. اگرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد و مزرعه ها آذوقه ندهد و گله ها از آقل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خیش وجد خواهم نمود. یهوه خداوند قوت من است و پایهایم را مثل پایهای آهو می گرداند و مرا بر مکانهای بلندم خرامان خواهد ساخت، برای سالار مقنیان بر ذوات اوتار.